کن دیگه، چرا انقدر گریه و زاری میکنی؟ همه داشتن میدیدن اون بهت علاقه ای نداره، ولی تو خودتو علاکی درگیر کردی. مامان این قضیه از بچه که تو ذهن من بود، خودمو درگیر نمیکردم. چی کار وقتی میگیری طرف مقابلت علاقه ای نداره، باید جلوی دلتو بگیری دخترم. من نمیتونم قبول کنم، اصلا نمیتونم قبول کنم. باشه بس کن. دیبا لطفاً، دیبا خودتو اینطوری ناراحت نکن. تو این حال که میبینمت دارم به هم میریزم، انقدر گریه. اینطوری فکر کن که اون لیاقت تو رو نداشته. من بهت قول میدم برات یه پسر خیلی بهتر از اون پیدا میکنم که از هر لحاظی از عبدالله سرتر باشه. وقتی به زور با کسی باشی، نمیتونی ازش توقع عشق و محبت داشته باشی. آدم باید تو زندگی یه آدمی بره که از طرفش عشق و محبت ببینه. اگه برای مثال باهاش ازدواجم میکردی، همه ی زندگیت باید عذاب میکشیدی. بی توجهیش، بی علاقگیش، اینا رو باید هر روز تحمل میکردی. دیبا جان انقدر گریه نکن. مامان منو گول زد، هیچ وقت از زمانش اسم دختر دیگه یا نشنیده بودم. عزیز دلم، اون هیچ وقت بهت قول عشق و عاشقی نداده بود. این نامزدی چی؟ این نامزدی مگه خودش یه قول نیست؟ دیبا برو خدا رو شکر کن که من فهمیدم. اگه سرمون شیره میمالید و هیچ وقت بهمون نمیگفت که یه زن دیگه گرفته، تو میخواستی چیکار کنی؟ زندگیت نابود میشد عزیزم. ببین دیبا، الانم چیزی خراب نشده. تو کلی فرصت تو زندگیت داری، یه زندگی جدید رو شروع کن. منم مطمئنم که انشالله توی زندگی قشنگت همه این چیزا رو یادت میره. بدون عبدالله که زندگی تموم نمیشه. تموم میشه، برای من تموم میشه. اگه مینا نباشه برای تو تموم نمیشه. اگه نمیشد این قضیه رو اصلا مخفی نمیکردی تا زود باهاش عروسی کنی. هر آدمی میخواد دلش رو از نابودی نجات بده. چقدر گفتن این حرف برات راحته که من عبدالله رو فراموش کنم و با یک دیگه ازدواج کنم. چقدر براش راحته ماما. آروم باش، گریه نکن عزیزم. بس نمیخواد برای آدمای بی خودی عشق تو هدر بده. قربونت بشم. برنج مرغوب و گرونی بود. خونه مادرت هم همچین برنجی رو تو خوابت هم نمیدیدی، درسته؟ حیف نون. هر کاری بهت میدم مدام گند میزنی، کار همیشگیته. این زنای خانواده های بدبخت خیلی مکار هستن، برای کار نکردن خیلی روش ها بلدن. برنجا کرده آش، فقط میخواد همه کارا رو خدمتکارا بکنن، خودش هیچی که هیچی. مامان چی شده؟ برای چی داد و فریاد میکنی که فشار خونت بره بالا؟ چه کار کنم دخترم؟ از وقتی این دختری بی سلیقه اومده توی این خونه، اینقدر حرص خوردم که خونم به جوش اومده. ای بابا، این زن خونه داری بلد نیست. لخت و گشنه، از یه خونه اومده همچین خونه بزرگی رو دیده، دیگه هوش از سرش رفته. براش مهم نیست چی بخوره چی بپوشه، همه خونه رو به گند کشیده. روشی که باید برنج رو پخت، منم با همون روش پختمش. این برنج خوب نیست مامان. حرف زیادی نزن، برنجش خوب نیست. منو احمق فرض کردی؟ عروس بلد نیست برقصه، میگه زمین کجه. 13 سال اومدی توی این خونه، ولی هنوز خونه داری بلد نیستی. اگه توی این خونه ای به خاطر منه،
وگرنه پسرم هر روز میگه مامان اگه تو بذاری سه طلاقش میکنم و میفرستمش بره خونه باباش. حالا بذار پسرم بیاد یه آشی برات بپزم که یه وجب روش روغن باشه. دست و پا چرفتی مامان، اینم میخواد شما تموم بشی و بعد خودش تو این خونه خانومی کنه. حالا بیا بریم دیگه. مگه اینجا خونه باباشه؟ بیاین دیگه، فشار خونتون بالا میره. بیاین. مامان بیا آب بخور. نه نمیخورم. مامان لطفا بخور دیگه. نمیخورم. دیگه گرده نمیخورم. دستم ناراحتی. چرا با هم حرف نمیزنی؟ یه چیزی بگید لطفا. الان میام مادر بزرگ. غذا تو بخور سرد میشه. الان میام دیگه. مامان اینا رو ولش کنید. با من بیا. چی کار میکنی؟ دارم نون میپزم میسوزه. دیگه ولش کنید لطفا. خواهش میکنم همراه من بیا. ولم کن اون میسوزه. مامان زود باشید دیگه بیا. داوود بزن مامان میسوزه. خواهش میکنم حرفم گوش کن دیگه. ولم کن بیا مامان بیا. بیاید اینجا بشینید دیگه. از امروز به بعد دیگه تو آشپزخونه نمیرید. پس کی آشپزی کنه؟ مادر بزرگ خدمتکارم هستش. تو این خونه هیچ کس غذای خدمتکارا رو نمیخوره. همچین چیزی سابقه نداشته. داوود تو این سن نمیشه عادت مادر بزرگتو تغییر بدی پسرم. دیدی گفتم. شما بشینید اینجا. پس مادر بزرگ باید صبر کنه که من عروسی کنم تا زنم بیاد و براش نون بپزه. مامان که تو آشپزخونه نمیره، فشار خون داره، حالش بد میشه. آشپزخونه خیلی گرمه. من غذای هیچ آشپزی رو نمیخورم، فهمیدی؟ بابا شما باید عادتاتون رو دیگه تغییر بدین. در واقع دستپخت مامان خیلی هم خوبه. میدونم هممون همینو میخواییم، منم همینطور. ولی مگه شما نمیبینی که چقدر حالش بده؟ باید مراقبش باشیم. بعد من یه سوال دارم. وقتی میریم رستوران دستپخت آشپز رو میخوریم، اونجا همه چی خوبه، ولی تو خونه مشکل داره. پسرم اونا خوب غذا میپزن که. شما نگران نباشید، من تو خونه هم آشپز هتل 5 ستاره میارم. آره پسرم تو دیگه بزرگ شدی، میتونی آشپز 5 ستاره بیاری. مامان خبر داری؟ نوتون توی 1 سال 1 کرور سود کرده. کاریو که من نتونستم انجام بدم نوتون به سر انجام بسونه. واقعا؟ ماشالله. خب کسی چیزی به همون نگفت. پسرم مادر بزرگ بزرگ این خونه است، باید میدادیش به مادر بزرگ. بابا دقیقا به همین خاطر ریختم به حساب مامان، چکشم دادم بهش. اون چک 1 کرور روپیه بود؟ بله مامان. پسرم اولین حقوقت پر از برکته، باید میدادی به بزرگترت. بابا من از شما یاد گرفتم که مادر حقش از همه بیشتره، برای همینم بهش دادم. چیزی به هم بگید، فوشم بدید، منو بزنید، هرچی خواستین بگین، ولی با هم حرف بزنید لطفا. مامان به خدا قسم خیلی ترسیده بودم، فکر کردم دیگه هیچ وقت نمیذارید با مینا عروسی کنم. برای همین قضیه عبدالله رو بهتون نگفتم. من نمیدونستم تو اون چک اونقدر پوله. میدونی؟ این از مخارجم خیلی خیلی بیشتره. ببین اون احترامی که جلوی همه بهم گذاشتی برای من همون کافیه. اون پولو برگردون به حساب خودت، تو
هر وقت نیازش داشتی بتونی ازش برداشت کنی. هر وقت نیاز داشتم ازتون میگیرمش. دوست داری پول خودتو از من بخوای عزیزم؟ من هرچی دارم به خاطر شماست، به خاطر دعاهای شما اینا رو به دست آوردم. دیگه چی؟ بعدم خیلی دوست دارم شما برای خودت پول داشته باشی. کل زندگیم اونقدر قدرت نداشتم که حتی بتونم پول تو جیبی مدرسه‌تون رو بهتون بدم. داوود، تو منو از زمین بلند کردی و به آسمونا بردی. ولش کنید، کار بزرگی نکردم. یه چیزو بگم، دیگه تو آشپزخونه کار نمی کنید. همین که بهتون گفتم. مادر بزرگت ناراحت میشه. چرا باید ناراحت بشه؟ بابا اینقدر بهش خدمت میکنه، ما تا حالا چیزی گفتیم. بعد من میتونم از مادرم حمایت کنم. من میخوام مادرمو خوشحال نگه دارم. من پسرتونم، وظیفمه که شما رو خوشحال کنم. چرا گریه میکنید؟ ناراحت میشم. به خدا ناراحتین گریه میکنید، خوشحالم از این گریه میکنید. حرفت کاملا درسته، اشک همونه. فقط فرقش اینه که اشکی که بعد ناراحتی میاد بیچارگیاتو میریزه بیرون، اشکی هم که تو خوشحالی میاد سرشار از نشاط و زندگی. داوود، میخوام یه خواهشی ازت بکنم، شاید تو بتونی انجامش بدی. من دلم به این نامزدی رضا نیست، حس خوبی بهش ندارم. همه عمرم رابطه بین من و شهربانو مثل غلام و پادشاه بوده. تو الان جاپات قرصه، اگه بخوای میتونی این نامزدی رو به هم بزنی. هر کاری بخوای میتونی انجام بدی. شما از کی ناراحتین؟ از مینا یا از عبدالله؟ یا از اینکه اونا بچه های عممون هستن؟ شهربانو همیشه همه چی رو ازم گرفته، همه یه دلخوشیامو گرفته. حس میکنم اگه بچه هم با بچه هاش وصلت کنن دیگه شماها منو دوست نداری و هیچ کدومتون برام نمیمونیم. من تنها میشم. آخه این چطور ممکنه؟ هیچ وقت اینطوری نمیشه. هیچ کس ما رو از شما دور نمیکنه. عشق ما هم نسبت به شما هرگز تموم نمیشه. اگه دختر شهربانو زن تو بشه دلتو فرسنگ و دور میکنه عزیزم. مامان، مینا دختر خیلی خوبیه، قسم میخورم هیچ وقت از این فکر رو نکنه. داوود به حرفم گوش کن، من یه دختر خیلی خوب برات میگیرم. مامان، من به جز مینا نمیتونم حتی به دختر دیگه ای فکر بکنم. اما اگه من بچم یا مینا اسباب بازیه که یه اسباب بازی رو از دستم بگیرید و یکی دیگر رو به جاش بهم بدید و منم خوشحال بشم. من خیلی اونا دوست دارم. بعدش هم میمونه بحث شما. من بهتون قول میدم هیچ وقت نمیذارم اینطوری بشه که یه زن دیگه نسبت بهتون برتری داشته باشه یا بیاد بین من و مادرم. پسرتون باهاتون میمونه. اگه شما به مینا محبت کنید اونم در عوض بهتون محبت میکنه. هیچ وقتم نمیخواد شما رو کوچیک بکنه. اینم غیر ممکنه که من یه زن دیگر رو به مادرم ترجیح بدم. غیر ممکنه. لطفاً خواهش میکنم گریه نکنید. خواهش میکنم، به خدا قسم، من بهتون قول میدم که یه آدم خیلی خوب برای دیبا پیدا میکنم. لطفاً با هم حرف بزن. تو قولتو فراموش کردی داوود. من که بهت گفته بودم شهربانو پسرم رو ازم میگیره، یادته؟ دیدی به حرف اون چطوری مادرتو خواهرتو فریب دادی؟ چطوری جلوی چشمم پسرمو داره ازم جدا میکنه؟ ولی این تقصیر تو نیست. بسی آدمو تو روابطشو شانس ندارن، منم یکی از اونم. همه یه عمرم یه همسر ناموفق بودم، یه عروس ناموفق بودم، یه زن داداش ناموفق، الانم یه مادر ناموفقم. این شکستای من انگار تمومی ندارن که ندارن.
داوود کاشکی تو هم مثل عمت، مثل بابات، مثل مادر بزرگت روی خوش بهم نشون نمیدادی، وگرنه الان اینقدر بیقرارت نبودم. من تو رو سنگ صبورم تصور میکردم، ولی تو داماد شهربانو عشق مینا شدی. دیگه نیا جلوی چشمم، نمیخوام حتی ریختتم ببینم. آقا صبحونتون حاضره. صبحونه چرا امروز اینقدر؟ آقا خانم بزرگ و خانم کوچیک گفتن صبحانشون رو ببرم تو اتاق. شما صبحانه نمیخوری؟ نه. سلام علیکم. داشتم میرفتم سر کار، خواستم حالتونو بپرسم. خداحافظ. مثل مجرما با هم رفتار میشه. مامانم حتی با هم حرفم نمیزنه. تو یه لحظه از چشم مادر و خواهرم افتادم. همه اینا هم به خاطر من بوده. به خاطر تو نبوده مینا، به خاطر برادرت پیش اومده. اون ما رو فریب داده، زندگی خواهرم رو نابود کرده. تو اصلا خواهرم رو دیدی؟ اگه حالش رو میدیدی دلت براش میسوخت، بعد جور دلش شکسته. خب اگه میخواست یه همچین کاری بکنه، چه نیازی بود که انقدر طولش بده؟ همون اول همه چی رو تموم میکرد. مینا واقعا نمیدونم این چیزا چطوری درست میشن. فقط تو نبودی که نگران بودی، اونم همونقدر نگران بود. همه ی نگرانیاشم به خاطر ازدواج عبدالله و سکوت من درست از آب در اومد. سکوتتم به خاطر من بود. داوود، من با زندایی حرف میزنم، ازش عذرخواهی میکنم. تو نگران نباش، امروز من میام پیششون و بهشون میگم که نمیخوام از تو ناراحت باشن. من تو خونتون ساکت میمونم، فقط یه ذره جا تو خونتون بهم بدین بگم. زنده ای باور کنید داوود هیچ تقصیری نداره. در اصل من به داوود گفتم که چیزی بهتون نگه. من میترسیدم که یه وقت این عروسی رو کنسلش کنید. زندگی باور کنید اصلا قصد بدی نداشتم. ما هیچی از این قضیه نمیدونستیم، مامانم هم اصلا خبر نداشت. ما دوتامون این خبر رو شنیدیم و شوکه شدیم. زندگی مامانم خیلی با عبدالله دعوا کرده. من فقط اینو میخوام که شما اصلا ناراحت نباشید. به خاطر ناراحتی شما داوود خیلی کلافه است. بیشتر از من تو نگران داوودی؟ میگن کاسه داغ‌تر از آش. ولش کن، هرچی که هست. راستش من اصلا بلد نیستم محبت کنم، برای همین افتادم به جون شماها.
به جون عشقی تو. منظور من این نبود زنده ای، فقط میخواستم فکر نکنید که میخوام بیام بین شما دوتا قرار بگیرم. زنده ای من میخوام ساکت و آروم طبق میل شما زندگیمو بکنم. زنده ای من و داوود خیلی هم دیگر رو دوست داریم. لطفاً ما دوتا رو به خاطر عبدالله تنبیه نکنید. زنده ای من دخترتونم، همیشه هم دخترتون میمونم. دختر من این دیگه هیچ نسبتی با عبدالله نداره. تو اگه دختر من باشی رابطتو با عبدالله به هم میزنی؟ داداشتو ول میکنی؟ زحمت به خودش نداد بیاد پیشم یه عذرخواهی بکنه. نه زندای اون میاد، فقط از رو شرمندگی هنوز نیومد. حالا میبینی هنوز فرصت هست. میبینی مامانه چطوری عذرخواهی میکنه. بخشیدینش؟ آخه چه مادری هستی؟ آدمایی که اینقدر به دخترت ظلم کردن، کسایی که همه ی عمر اینقدر شما رو عذاب دادن، شما با اشکشون دلت نرم شد؟ مامان شما هیچ وقت جلوی اونا سرتو بلند نکردی، ولی الان قصه منو هم فراموش کردی. دختری که برادرش خواب و خوراک دخترتون رو گرفته، میخوای دست پسرتون رو تو دستش بذارید؟ میخوای بذارید به آرزوی قلبیش برسه؟ برای چی خودت رفتی اونجا؟ چقدر بده دختر باشی بعد پاشی بری پای مادر پسر بیافتی، بیفهمی؟ مامان اشتباه از ماست، پسر ما دختر اونا رو پس زده و زندگیشو به گند کشیده و رفته با یکی دیگه. شما باید خودت بدی باهاشون حرف بزنی. اگه زنده ای شاکیه حرفش اشتباه نیست. هرچی دخترم، بازم تو نباید میرفتی اونجا. به من میگفتی، من خودم میرفتم راضیش میکردم، ولی تو نباید میرفتی اونجا. ببین مامان، من فقط میخواستم این وصلت رو نجات بدم. شما که نمیدونید داوود چقدر ناراحت بود. مامان لطفاً یه خواهشی ازت دارم، شما برید پیششون ازشون عذرخواهی کنید. زندگیم هرچی بهتون گفت خواهشن ساکت گوش کنید، خیلی ناراحته. مامان من نمیخوام به خاطر این دعواها ازدواج من و داوودم به هم بخوره. لطفاً همه چی دست شماست، یه بار برید ازشون عذرخواهی کنید. من میمیرم مامان، لطفا. حالت چطوره گیتی؟ خوبم. بشین. اصلا نمیدونم از کجا
باید شروع کنم. این عبدالله زبون منو بسته. من اصلا نمیدونستم که این پسر چه برنامه ای چینده. راستش من خودم نمیتونم یکی دیگر رو جای بچه یه برادرم ببینم. حالا الان اون کجاست؟ تو همچین خونه بزرگی، عروس خانواده ما، بدون هیچ طلایی، با دست خالی، با گوش خالی اومده. چی بگم مامان؟ جلوی خانواده شوهرم خجالت کشیدم. رفتن آبروی خانوادگیمونم که جدا. ای بابا، این میخواد نشون بده که خیلی ناراحته. خانواده شوهرشم خیلی دارن بهش ظلم میکنن. نه مامان، اینطوری نیست. من فقط حالم خوب نبود. بعدم شما یه دفعه گفتی باید بریم، من همینطوری هول هولکی حاضر شدم. چی؟ هول هولکی نبود. من که فکر کنم اصلا طلایی وجود نداره. نه شهر بانو، من طلا دارم. اگه داشتی باید تو همچین عروسی بزرگی مینداختیش دیگه. نه نکنه به برادرات دادی؟ آخه تو کل فامیل به بیغیرتی معروفن. این چی حرفی میزنی شهر بانو؟ داداشم چرا باید طلاهامو بگیرن؟ جدی؟ خب برو بیارشون، منم میبینه. واسه چه عشق تمساح میریزی؟ مگه طلاهاتو از خونه بابات آوردی؟ از اونجا فقط یه زنجیر بدلی باریک آورده بودی که یه پلاک مسخره و نازکم بهش آویزون بود. سرویس طلای سنگین ما بهت داده بودی. اون الان کجاست؟ برو بیار ما ببینی. منم ببینمش. برو دیگه. برای چی نمیری بیاریش؟ نکنه یه وقت خانوادت فروخته باشنش؟ بیارمش. بیا اینجا رو نگاه کن، چقدر طلا بهش دادی. بابا اینا همه برای خودمونه مامان. اوه عجب گردن بنده قشنگیه. چقدر سنگینه. همه طلاهاش همینن. باید بیشتر از اینا باشه. آیناش ببین. آره جایزیه یه عروست. چقدر پرپریه. اون انگشتر باریکه که از خونتون آورده بودی اون کجاست؟ همینجاست دیگه. اینجاست یا به اونی که دادی بردت اشاره؟ همینجاست شهر بانو، همینجا گذاشته بودم. پیداش نکردی؟ نمیدونم. نمیخواد انقدر فیلم بازی کنی. ما خیلی خوب خانوادتو میشناسیم. آدمای بیغیرت. حتما فرستادی برای اونا. مامانت که مریض بود یه هفته پیش دادی بهش. نه درست نمیگه؟ خانواده من تا حالا آب خونه شما رو هم لب نزدن. برای چی باید طلاهامو ببرن؟ اینهاش اینجاست، بگیرش. این همون انگشتر بی خودیه است. باریکه پرپریه. اینو ببین چقدر سنگینه. ها ماما خجالتم نمی کشه. یکی دیگه برام سفارش بده. خب میکشم نارو بردو. راستش خیلی خوب میدونم تحمل این چیزا برای مادر دختر خیلی سخته، ولی چی کار کنم؟ من نتونستم دیبا رو خوشحال کنم. اون فقط بچه یه برادرم نیست، دختر خودم هم هست. حالا میبینی خدا خودش زندگیشو پر از شیرینی میکنه. پسر من بدشانسه که نتونست قدر این دختر دست گل تو بدونه. من خودم میخواستم اینا از بچگی به نام هم باشن و بزرگ شن، ولی نشد. مامانم با کلی آرزو ما دوتا خواهر و برادر رو اینطوری به هم نزدیک تر کرد.
آرزوش این بود که مینا عروس تو و دیبا عروس من بشه. مامان حال مادرم خیلی بده، داداشم اومده دنبالم منو ببره، من رفتم بیمارستان. خانوم این خونه یه قاعده و قانونی داره، همینطوری سرتو میندازی و میری؟ به شوهرت گفتی؟ به مادر شوهرت گفتی؟ همینطوری کلتو انداختی برای خودتو میری؟ حالش خیلی بده، میخواد منو ببینه، الان بهم نیاز داره، فرصتش خیلی کمه. فرصتش کم نیست، پولش کمه، تو رو نمیخواد، پولتو میخواد عزیز جون. زنی که از شوهرش پول بگیره و شکم خانوادش رو سیر کنه زن زندگی نیست جاست آقا، حواستو جمع کن. هر روز خدا حال مادرشم خرابه، همشم اینو میخوادش. مامان من هیچ وقت خودم به این یک قرون پول ندادم، هرگز. من که هرچی در میارم میدم به شما آخه، حالا از کجا میاره دیگه خدا میدونه. من دستم خالیه، هیچ پولی با خودم نبردم، حال مادرم خیلی بده، بذار زود برم. ماشینو نبری یا میخوام جایی برم؟ من هیچ وقت ماشینو نبردم، خودت میدونی. داداشم با ریکشا اومده دنبالم، حالا برم؟ اگه با ریکشا بری آبروی ما رو نمیبری. میتونم برم؟ خانوم مادرتون فوت کرده. خدایا به من صبر بده. گیتی گریه نکن، خود دخترت هم خوشبخت میکنه مطمئن. اون روزا رو یادت میاد که مامان چقدر نباهاشا دعا میکرد، چقدر آرزو داشتیم بچه ها رو تو لباس عروسی و دامادی ببینه. ولی زندگی بهش وفا نکرد که بتونه این روزای خوش رو ببینه. کاش حداقل پسرم حرفم رو گوش میداد. عجیبه اون چطوری از دام شماها فرار کرد؟ شماها که مردا رو خیلی خوب اسیر میکنین، میخواد داداشتون باشه، باباتون باشه، شوهرتون باشه یا بچه برادرتون. همه غلام شماها میشن. یه چیز رو بهم بگو شهر بانو، چه نازیه، چه اداییه که مردا رو اسیر شماها میکنه؟ شماها که یه ذره محبت ندارین، آخه چی کار میکنین که من بلد نیستم؟ برای چی با این همه ایمان و محبتم بازم نتونستم شوهرم و سمت خودم بکشم؟ بگو برای چی اینقدر از پسرم دور شدم که تو و دخترت بتونید دل پسر منو به دست بیارید و اونو اسیر خودتون کنید؟ بگو برای چی برای دخترم ناراحتی؟ دختر من به خودم رفته، دختر تو هم به تو رفته. دختر من بلد نیست پسر تو روی یه انگوش بچرخونه، ولی دختر تو آموزش دیده، اون حسابی از شماها کار یاد گرفته، فهمیدی خانوم؟ آخه این چه حرفاییه که داری میزنی گیتی؟ من اومده بودم آشتی کنم، اومده بودم رابطمونو بهتر کنم، بعد داری دختر منو خار میکنی؟ خار؟ من دخترتو خار نمیکنم. گیتی دختر یک خانواده سطح پایینه،
به خاطر همینم امروز دختر تو رو که از یک خانواده سطح بالاست نمیخواد برای پسرش بگیره، فهمیدی؟ یعنی تو دل تو اینقدر از دست من ناراحتی جمع شده؟ آره؟ تو دل من نسبت به شما نفرته. من نسادم، نه یک کلمه از حرفاتونو یادم رفته. داوودم باید عشقشو به خاطر نفرت من از شما قربونی کنه. من میدونم شماها به فکر ما نیستید و دخترت دست از سر پسرم بر نمیداره، ولی اگه با نقشه کشیدن دخترتو انداختی به پسر من، منم دخترمو بر میدارم و برای همیشه از زندگی داوود میرم بیرون و دیگه هم پشت سرمو نگاه نمی کنم. داوود اگه این ازدواجو میخواد باید ما رو ول کنه، وگرنه این وصلت از طرف من کنسل. مینا خواهش میکنم، من هیچ ربطی به این تصمیم ندارم، لطفاً گوشی تو جواب بده. خفشو نمیخوام هیچی بشنوم، نمیدونم چی بگم، نمیدونم که چی میخوام. داوود که صدا چطوری دلم رو از زیر خودش میکنه، ولی فقط تو که نیستی. مادرم هم گردنم حق دارم. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.